کسانی که دارای خانه خالی هستند، کسانی که دارای پروژه‌های نیمه تمام هستند و دارای زمین هستند در محدوده شهرها دعوت کردیم و الان مجدد من تو این جلسه هم گزارش کردم، دعوت می‌کنیم که بیارن منازلشون رو و واحدهاشون رو عرضه بکنن. ما در ازای اینکه واحدهاشون رو اونها میارن و برای فروش عرضه می‌کنن، زمین در نقاط مرغوب شهر در اختیارشون هست. طرح جدید دولت برای تنظیم بازار مسکن، مردم میگویند قیمت ها سر به فلک گذاشته. از مهمانان برنامه میپرسیم این طرح دولت های اصلا میتواند سقفی بالای سر کسی بیاورد و آیا افزایش قیمت مسکن طبقه متوسط را رفته رفته حذف میکند؟ در ادامه برنامه امشب، سومین روز تظاهرات در بیروت، معترضان میگویند کاهش ارزش پول لبنان زندگی را بر آنها جهنم کرده. پرونده ایران بار دیگر در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمریکا در پی محکومیت جمهوری اسلامی، ایران میگوید در صورت محکومیت از NPT خارج می شود. یکی از بازرسان پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که آیا پرونده ایران به شورای امنیت می رود یا خیر؟ حالا وضع ترنجبین بانو این اون وقت اضافی بازی پیناله آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. و یادی از مردی که نقشایش ماندگار شد، محمد علی کشاورز، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما ایران درگذشت. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. اگر به رهن یا اجاره بها در ایران، خصوصا تهران نگاه کنیم، تلاطمی را در بازار مسکن می‌بینیم که باعث حیرت می‌شود. مثلا اگر کسی پارسال برای اجاره و رهن یک واحد مسکونی در پایتخت 100 میلیون تومان نیاز داشته، امسال باید به طور متوسط 143 میلیون تومان بگذارد. در مورد قیمت خانه اوضاع بدتر است. در خیلی از موارد حتی نرخ دست کسی نیست و سایت های اینترنتی فروش خانه به جای درج قیمت می نویسند رقمی با توافق دو طرف. یک مقام دولتی می گوید که این وضعیت می تواند به واپسگرایی شهری منجر شود و باید به همین دلیل کاری کرد. آیا شمار قابل توجهی از جامعه شهری در آستانه کشیده شدن به ورطه ای از فقر و محرومیت هستند؟ در چنین شرایطی چه میتوان کرد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. شمارش معکوس تا تابستان، فصلی که به شکل سنتی در ایران موسم جابجایی خانه یا تمدید قراردادهای اجاره است. افزایش اجاره بها برای خانوارهای ایرانی در دهه‌های گذشته یک نگرانی همیشگی بوده، آن هم در کشوری که اجاره نشینان در آن رقم قابل توجهی دارند. 30% در کل کشور و 43% در تهران. امسال اما گزارش‌ها حاکی از جهش نسبی در نرخ اجاره بها و در نتیجه افزوده شدن بر این نگرانی هاست. تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین ماه امسال اجاره بهای مسکن در شهر تهران و کل ایران در مقایسه با فروردین پارسال به ترتیب حدود 29 و 31% افزایش قیمت داشته. دولت ایران به دنبال راه حلی برای کنترل بازار مسکن، جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت را با محوریت این موضوع برگزار کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم پیشتر گفته بود که دولت برای مهار رشد اجاره بهای مسکن ممکن است به نحوی ورود کند که با اصول اقتصاد سازگار نباشد. به نظر می رسد اما امروز پررنگترین خروجی جلسه اقتصادی دولت تلاش برای روشن کردن تکلیف خانه های خالی در کشور بر مبنای دو قانون مصوب سالهای 94 و 98 باشد. حالا صاحبان خانه های خالی یا باید خانه های خود را برای اجاره و فروش عرضه کنند یا برای آنها مالیاتی مشخص بپردازند. هرچند دولت راه حل های تشویقی هم برای این مسئله در نظر گرفته. ما در جهت اینکه کسانی که دارای خانه خالی، کسانی که دارای پروژه‌های نیمه تمام هستند و دارای زمین هستند در محدوده شهرها دعوت کردیم و الان مجدد من تو این جلسه هم گزارش کردم، دعوت می‌کنیم که بیارن منازلشون رو و واحدهاشون رو عرضه بکنن. ما در ازای اینکه واحدهاشون رو اونها میارن و برای فروش عرضه می‌کنن، زمین در نقاط مرغوب شهر در اختیارشون می‌ذاریم که بتونن مجدد وارد ساخت و ساز بشن.
علاوه بر این در بعضی شهرها حتی دادستانی‌ها هشدار دادند که با افزایش اجاره‌بهای غیر معقول برخورد خواهد شد. با همه اینها چند پرسش عمده درباره کارآمدی چنین راه حلی باقی مانده. یکی اینکه ابهام‌های پیشین درباره چگونگی شناسایی خانه‌های خالی و تعیین مالیات آنها کماکان باقی است و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد ضربتی این ابهامات را روشن کند. و دیگر اینکه مشخص نیست که اجرایی شدن تام و تمام چنین راه حلی هم بتواند مسئله افزایش قابل توجه اجاره‌بها را در اقتصاد پردست‌انداز زیر تحریم و حالا کرونا زده ایران کنترل کند. دهک‌های پایین جامعه و البته حالا طبقه متوسط ایران با نگرانی و شاید وحشت ناظر تحولات در بازار مسکن هستند. این تابستان هم احتمالاً با چنین افزایش قیمت‌هایی موسم کوچ بسیاری از خانوارهای ایرانی از محله‌های خود به مناطق ارزان‌تر، حاشیه‌ای و یا حتی شهرهای دیگر باشد تا بتوانند از پس غول اجاره برآیند. اتفاقی با پیامدهای انسانی بر طبقات جامعه و احتمالاً تغییر اولویت‌های آنها. شبنم شعبانی، بی بی سی. از بینندگان و خوانندگانمون خواستیم که تجربه خودشون رو در زمینه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها با ما در میان بگذارند. افتضاحه. به عنوان مثال توی جنوبی ترین نقطه تهران به نام نعمت‌آباد خونه 70 متری رو حدودا 100 میلیون رهن گذاشتن یا 60 میلیون پیش ماهی 1500 اجاره. من جوون و امثال من جوونی که میخوان تشکیل خانواده بدن و با حقوق ماهی 2.5-3 تومن چطوری میتونیم تشکیل خانواده بدیم؟ واقعا زندگی همه ما جوون رو هواست. من از مریوان، استان کردستان، نمیشه توصیف کرد. واقعا وحشتناکه. من الان خودم چند سال مستاجرم. بدترین سال بود. میدونستم اوایل تابستان قرار دادم تموم میشه، واقعا استرس وحشتناکی داشتم. پیرسال 460 تومن دادم، پارسال 700 تومن، الان میگن 1 میلیون. 1 میلیون اجاره میخوان با حدود 10 میلیون تومن پول پیش. من حساب کردم با 40-50% کل درآمد ماهیانه ما بدم به اجاره. من به عنوان شخصی که مستاجر هستم میخواستم بهتون بگم که قیمت‌ها فوق‌العاده بالا رفته، یعنی اینکه نسبت به پارسال پیرارسال زمین تا آسمون تغییر کرد این قیمت ها. متراژ هر خونه ای تقریبا 1.500 رفته بالا و خونه ای که میخوای اجاره بکنی حتی یه خونه 50 متری متاسفانه پولی که داره پرداخت کنه خونه ها فرسوده و قابل زندگی کردن نیست. در یک سال گذشته در شهرهای بزرگ مثل تهران و حالا اینجور شنیده های ما شیراز و جاهای دیگر اجاره ها 100% افزایش پیدا کرده. الان خود من داخلش دارم زندگی میکنم، 135 میلیون رهن بوده با 1 میلیون تومان اجاره که الان صابخونه یه دفعه اومده میگه که 300 میلیون تومان رهن و 1.800 اجاره، از دو برابر هم حتی یه حدودی بیشتر. میگیم خب حالا باشه بذاریم بیام با هم مذاکره کنیم. میگه ما مذاکره‌ای با شما نداریم. بله، صدای شماری از مخاطبان ما بودن که از مشاهدات خودشون میگفتند. علیرضا رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و عضو تحریر فکت‌نامه از تورنتو کانادا با ماست. آقای رنجی‌پور، گفته میشه که 2,500,000 واحد مسکونی در ایران خالیه، مشخصاً 500,000 تای اونها هم در تهران. با این وصف چرا وضعیت اینه؟ وضعیت اینه به خاطر اینکه کلن بازار مسکن از منطقه عرضه و تقاضا، از تمام منطقه هایی که براش میشه متصور بود در تهران و در کل ایران خارج شده. سال هاست که این اتفاق افتاده، مربوط به امسال نیست، ولی به هر حال این در واقع بحران های اقتصادی که به وجود میاد، این ضربه های بسیار شدید و تلاطم هایی که هستش در یک مقاطع خودش رو نشون میده. امسال ما میبینیم امسال نوبت دقیقاً رسید به مسکن، به بخش فرو قیمت مسکن و بعد به بخش اجاره، در یک موج بسیار بسیار شدید رو داریم میبینیم که واقعا غم انگیزه، واقعا ناراحت کننده است، واقعا یه بنبست تمام عیار. این در واقع صداهایی رو که شنیدیم اگر مقایسه بکنیم، این صدایی که شنیدیم رو اگر مقایسه
کنی با نسبت دستمزد، با سطح دستمزد این قیمت‌هایی رو که مطرح می‌کنن. خود من برای نوشتن یه مقاله‌ای داشتم نگاه می‌کردم دیروز، یک آپارتمان 70 متری توی محله نارمک تهران 27 سال سنش بود، قیمت گذاشته بودن 70 میلیون تومان پول پیش به اضافه 3,200,000 تومان، یعنی در مجموع 5 میلیون و نزدیک 5 میلیون و 500 هزار تومان اجاره این خونه بود. حالا شما مقایسه کنید، حد اکثر دریافته یک مدیر دولتی طبق قانون باید 12 میلیون تومان باشه، یعنی پول اجاره یک آپارتمان 70 متری در یک محله متوسط تهران نصف حقوق یک مدیر دولتی. خب با این وضعیت این یک فاجعه تمام عیار اقتصادی، یک فاجعه تمام عیار اجتماعیه. 43% جمعیت تهران بر اساس آمارها مستأجر هستند. مدت قبل یکی از مقام‌های ارشد دولتی گفته بود که خیلی خوب، اگر قیمت خونه خیلی بالاست خونه نخرید، اگر هم اجاره بالاست این خونه‌های گران قیمت رو اجاره نکنید. واقعا هیچ درکی دولت داره از وضعیتی که ایران خصوصا از منظر مسکن با اون درگیره؟ درکی دولت که حالا من به معنی مفهوم کلی حاکمیت میگم، هیچ درکی، در واقع اگه درکی داشتن اجازه نمیدادن اقتصاد ایران به این مرحله برسه، اجازه نمیدادن تمام نفسگاه های اقتصاد، گلوگاه های یک اقتصاد بسته بشه فقط یک مسکن، یک مسکن به عنوان یک بخش غیر مبادله باقی بمونه. ببینید تمام اقتصاد ایران در یک دهه گذشته کلا در واقع هیچ جای دیگه غیر مسکن برای ظهور و بروز نداشته، تحریم بوده، تجارت خارجی غیر ممکن بوده. خب چه کار میکردن؟ تمام در واقع سرمایه ها، تمام نقدینگی هایی که توی بعدن توی بانک ها همینجوری روی کاغذ هی اضافه میشد، هی پول روی پول میمد، خب این نقدینگی جایی نداشته بره. تمام اقتصاد ایران اومده توی مسکن و اینجوری در واقع این تبدیل شده به بالونی که در حد بیش از حد ظرفیت بادش کردن و الان این بالون داره میترکه. ببینید شما نگاه بکنید در طول یک دهه گذشته تقریبا میشه گفت تمام آدمهایی که سرمایه داشتن، کارخونه دارا، پزشکا، تمام کسایی که میتونستن پول داشتن تبدیل شدن به بساز و بفروش. چرا؟ چون این یعنی که اقتصاد ایران بخش خدماتش تعطیله، بخش تولیدش تعطیله، بخش تجارتش تعطیله، همه چیز مسکنه. وقتی شما می‌ریزین تو، خب به هر حال طبیعیه که منفجر بشه. آقای رنجی‌پور، راه حل دولت ظاهراً سه بخش داره. دو بخشش که تقریباً ادامه همون طرح مسکن مهره، یعنی یکیش تولید، یکی دیگرش هم واگذاری زمین، ولی یه موردش میگه که بیاید واحد مسکونی خودتون رو یا زمین خودتون رو یا واحد نیمه تمام خودتون رو با زمین مرغوب معاوضه کنید. چه چیزی امکان داره؟ چه چیزی جاذبه داره اصلا؟ والا من نمیدونم که چه در واقع جزئیات این طرح ها، اصلا من نمیدونم. به هر حال یک طرح پیچیده ای هستش، باید دید که میخوان در واقع چیکار بکنن. زمینای مرغوب منظور کدوم زمین مرغوب؟ اصلا زمینی در تهران مثلا باقی مونده غیر از مثلا یه بخشی حالا از اراضی که دست نیروهای نظامی و اینا هست، منظور چیه؟ دقیقاً دولت میخواد چیکار بکنه؟ زمین رو کجا بده؟ و آیا این واحدا رو بیاره عرضه کنه؟ واحدا رو کی بگیره؟ ببینید مثلا تو همین طرح اجاره، طرح در واقع میخوان تحریک بکنن خانه های خالی رو، هزینه شو ببرن بالا که مردم بیان اجاره کنن. این خانه های خالی کجاست؟ بیشتر این خانه های خالی توی محلات گران قیمتی هستش که اصلا غیر ممکنه، یعنی اون آدمایی که میخوان بیان خونه اجاره بکنن اصلا در دسترسشون نیست. حالا بعد بیان فکر میکنن که با عرضه بیشتر قیمت شکسته میشه. مگر در 10 سال گذشته تعداد خونه هایی که در ایران ساخته شده با قطعیت عرض میکنه بیشتر از افزایش تعداد خانوار بوده، یعنی عرضه بیش از تقاضا بوده، ولی در عوض سال به سال قیمت ها رفته بالا و این نشون میده که این بازار عرضه تقاضا، مشکل عرضه و تقاضا نیست. ساده انگاری محض اگر فکر بکنن که بله حالا مثلا 2 میلیون نفر آدم خونه ندارن، ما بیایم 2 میلیون واحد بسازیم، این 2 میلیون نفر خونه دار میشن. خیر، 2 میلیون واحد رو میسازید شما و اون آدمایی که 2 تا خونه دارن صاحب 3 تا خونه میشن و در واقع انقدر ارزش افزوده خونهشون بالاست که اصلا براشون صرف نمیکنه که بیان این خونه رو اجاره بدن. پس مشکل اونایی که خونه ندارن حل نمیشه، بلکه پیچیده‌تر و مشکل در واقع سخت‌تر میشه. با آمارها و ارقام شهری نگاه میکردم، ظاهرا سالانه 250 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه میشه، در 4 سال میشه 1 میلیون نفر. با این حساب میشه گفت که این مشکل نه تنها حل نمیشه، بلکه روز به روز ممکنه بزرگتر هم بشه؟ قطعا روز به روز بزرگتر میشه. در واقع ما هیچ طرح توسعه در واقع اجتماعی کالبدی و اقتصادی برای شهرهامون به صورت درست نشد. چندین بار تجربه داشتیم، طرح جامع، طرح تفصیلی برای تهران نوشته شده
ظرف جمعیتی برای شهر تعریف شده، بر اون اساس ظرف جمعیتی اومدن در واقع ظرفیت کالبدی شهر رو مشخص کردن، کجا چی ساخته بشه، چقدر خونه مسکونی باشه، چقدر بخشای چیز باشه، ولی این طرح‌ها اجرا نشده به خاطر اینکه این اقتصاد نابسامان داشتیم، به خاطر اینکه یک وضعیت ناپایدار همیشه حاکم بوده، به خاطر اینکه هیچ وقت ما تو این حداقل 10-15 سال گذشته آرام نگرفتیم که یه طرح توسعه یه چیزی بیاد اجرا شه. همش بحران پشت بحران، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و هزینه بحران این مردمی الان دارن پرداخت میکنن که واقعا الان نمیشه، نمیدونن که چه کار باید بکنن و نمیتونن الان کمک زیادی بکنن. شما اشاره کردی در ابتدای گفتگو که مشکل در اقتصاد کلانه. الان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اگه برای سرمایه های ورودی به بازار مسکن محیط های دیگه ای فراهم نشه، تلاطم در بازار مسکن بیشتر از اینها رو خواهد داد، شاهد تلاطم در بازار مسکن خواهیم بود. یعنی چی؟ آیا جای دیگه ای وجود داره که این سرمایه ها برن اونجا؟ ما بازار سکه رو دیدیم، بازار ارزهای خارجی رو دیدیم، بورس رو هم شاهدش بودیم. ببینید حالا یه مقداری از نظر اقتصادی اون ترکیب نقدینگی، یعنی کل پولی که تو ایران هست تا حالا توی بانک بوده، تا سال 97 توی بانک مونده بود، همینجوری هی سود بانکی انقدر بالا بود که همه مردم ترجیح میدادن که توی در رکود بازارهای دیگه پولشون رو توی بانک نگه. ولی بعد از 97 که در واقع ایران دوچار این بحران شد، این پول اومد بیرون و این سرمایه مثل یک موج سهمگین همینجوری بازارها رو یکی یکی اومد به قول معروف در نوردید. اول اومد سراغ ارز، ما دیدیم چه اتفاقی سر قیمت دلار افتاد، بعد رفت که سکه، بازار طلا و اینها رو ارز رو با هم که به هم ریخت. بعد ما چند وقت پیش دیدیم که بعد از یه ثبات نسبی که حالا قیمت ارز اینا داشت، این سرمایه اومد داخل بورس، دیدیم که چه اتفاقی افتاد، چه موج سهمگینی در واقع به وجود اومد. خب ببینید حالا از اونجا اومده بیرون، هیچ کدوم از این جاها اومده و وارد بخش مسکن شده، یعنی وارد بخش مسکن شده، یه مقداری تحریک شده بازار مسکن. یعنی الان اتفاقا نکته اینجاست که قیمت ها بسیار بسیار بالاه ولی حجم معاملات مسکن هم بسیار بسیار پایینه، چون در واقع حجم این معاملات رو اگه حساب بکنیم، حجم این قیمتی که الان قیمت متوسط خونه‌ای که در تهران وجود داره ضرب و تقسیم بکنیم در تعداد کل خونه‌هایی که عرضه میشه، اصلا یک رقم حیرت انگیزیه، یعنی پول انقدر وجود نداره. بخاطر همین روی کاغذ هستش که ما می‌بینیم این موج‌های خیلی زیاد به وجود میاد. نکته اینجاست که اگر جایی وجود داشت، اگر ما یه رونق تولیدی میتونستیم توی کشورمون ایجاد بکنیم، اگر برجام باقی مونده بود، اون در واقع اون فضای امیدواری که به وجود اومده بود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری اومده بودن و اگر میتونست اون رونق به وجود بیاد که به وجود نیومد، اون موقع بعد میشد امیدوار بود که این سرمایه‌ها، این نقدینگی بره و به هر حال مستهلک بکنه خودش رو در رونقی که به وجود میاد. ممنونم از علیرضا رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه فکت‌نامه در تورنتو کانادا با ما. ما سعی می‌کنیم که با یک جامعه شناس هم صحبت بکنیم در مورد طبقه متوسط در ایران، اما این تنها ایران نیست که این روزها با بحران اقتصادی روبروست. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در منطقه خاورمیانه، به جز مصر تمامی کشورها با رشد منفی اقتصادی در سال 2020 روبرو هستند و در میان اقتصادهای بحران زده منطقه لبنان بدترین وضعیت را دارد، کشوری که در سه روز گذشته با اعتراض‌های خیابانی دست و پنجه نرم کرده. معترضان لبنانی میگویند که دولت این کشور در مهار بحران اقتصادی و تورم کم سابقه ناتوان بوده و باید تغییر کند. ارزش پول لبنان در یک هفته اخیر بار دیگر سقوط کرده و قیمت مواد غذایی هم به شدت افزایش داشته. لبنان با بحران بیکاری هم روبروست. کیوان حسینی گزارش میدهد. بامداد یک شنبه در شهر ساحلی ترابلس در لبنان، اعتراض‌ها برای سومین شب پیاپی بدین شکل ادامه پیدا کرد. یک طرف نیروهای امنیتی و آن طرف معترضانی که با کوکتل مولوتوف و داد و فریاد به دنبال تغییراتی فوری هستند. معترضان میگویند که کارت به استخوانشان رسیده، چرا که هر روز از روز قبل فقیرتر میشوند و از آن طرف قیمت همه چیز در حال افزایش است. ریشه گرفتاری در این نمودار پیداست. نرخ ارز در لبنان از ابتدای سال 2020 تا امروز، 6 ماه پیش هر دلار آمریکا حدود 2000 لیره لبنان بود، اما واحد پول لبنان روز به روز بی‌ارزش‌تر شد و حالا هر دلار حدود 6000 لیره است. به
به بیان دیگر ارزش لیره لبنان امروز 1/3 ارزش لیره لبنان در آغاز سال 2020 میلادی است. نتیجه این وضعیت دولتی است از نظر اقتصادی ورشکسته. یکی از مقروضترین کشورهای جهان که از 3 ماه گذشته در بازپرداخت وامهایش ناکام مانده و با این حال همچنان در تلاش است تا با وامی از سوی صندوق بین المللی پول سقوط آزاد اقتصادی را متوقف کند. بحران اقتصادی لبنان نتیجه مشکلاتی چند لایه است که در ساختار ارزی این کشور ریشه دارد. در 2 دهه گذشته دولت در لبنان نرخ ارز را ثابت اعلام کرده. هر دلار 1500 لیره. بی توجه به تحولات بازار، دلار ارزان موجب شد تا واردات هم ارزان باشد. از گندم و مواد غذایی گرفته تا پرش و فراری. زندگی به نسبت آسان برای شهروندان نتیجه قرضهای دولت، کمک‌های کشورهای عربی خلیج فارس و موقعیت استثنایی این کشور بود. موقعیتی که مدت‌هاست تغییر کرده. لبنان نزدیک به 1 دهه است که همسایه سوریه جنگ زده است و از روزهای طلایی نفت 100 دلاری و دست و دلبازی کشورهای نفت خیز عربی هم خبری نیست. حتی از سرمایه گذاری های خارجی هم کاسته شده و حالا چند ماهی است که بحران کرونا به گرفتاری مضاعفی تبدیل شده، اضافه بر تمامی مشکلاتی که تا امروز وجود داشتند. دولت دیگر توان کافی برای پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت دلار را ندارد، اما زیر بار انتقادها هم نمی رود. حاول البعض الاستثمار مجددا. بار دیگر کودتا شکست خورد. همه جلسه های سری و علنی شکست خوردند. واقعیت این است که می‌خواستند با دستکاری قیمت ارز علیه قیام مردم کودتا کنند. معترضان اما چندان به اظهارات نخست وزیر اعتنا نکردند و به اعتراض ادامه دادند. آنها همچنان می‌گویند که خواستار انقلابند. انقلابی که بر مبنای آن ساختار سیاسی لبنان به شکل بنیادی متحول شود تا چه بسا این تحول اقتصادشان را نجات دهد. ما همه خسته شدیم. کار نیست، حقوق نیست. یه پاکت سیگار که 750 لیره بوده الان شده 3000 لیره. تا کجا میخواد بره؟ مردم گرسنن، همه خستن. همه اینها یک باند فاسدن. از رئیس جمهور به پایین یک مشت دزدن. ناامیدی به بهبود اوضاع از هر زمان دیگری بیشتر در جریان اعتراض‌های اخیر موج می‌زند. کار به جایی رسیده که این گروه معترض در بیروت روز شنبه تشییع جنازه کشورشان را به شکل نمادین برگزار کردند. چرا که از نگاه آنها با این اقتصاد ناتوان و حکومتی که همچنان وقتی برای تغییرات بنیادین در آن دیده نمی‌شود، دیگر جان و حیاتی هم برای مملکت باقی نمانده. از نگاه آنها لبنان مرده و تابوتش بر دوش ملت است. کیوان حسینی، BBC. همونطور که اشاره کردم با یک جامعه شناس صحبت میکنیم. احمد بخارایی مدیر گروه مسائل آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران و همینطور دانشیار جامعه شناسی ایران در دانشگاه پیام نور از تهران با ما هستن. آقای بخارایی، امروز مطلبی در روزنامه همدلی چاپ تهران نوشتن به عنوان طبقه متوسط در حال تبخیر. آقای بخارایی، مفهوم این حرف چیه؟ طبقه متوسط در حال تبخیره. سلام میکنم به شما و بینم مطلبی که من نوشتم و فکری که در عرض با روزنامه همدلی داشتم در حال به یک مشاهده کوتاه مباحثی رو شامل میشود، از جمله بحث طبقه متوسط که من با طبقه متوسط به افرادی که در دهک‌های 5 و 6 و 7 هستند اطلاق میشه و با مسائل خاصی که در جامعه داره اتفاق میفته، این دهک‌ها تبخیر شدنشون از دید من به این معناست که اینها دارن نزول پیدا میکنن به دهک‌های 1 و 2 و 3 و 4. یعنی 4 دهک اول داره چاق میشه و فربه میشه، بعد دهک‌های میانی داره لاغر میشه و جامعه داره به 2 طبقه فرادست و فرودست بیشتر و بیشتر نزدیک میشه و گپ و شکاف بین این دو طبقه هم به نظر میرسه داره بیشتر میشه. از جمله در همین بحث مسکن که یک شاخصی است بین شاخص‌های اقتصادی که یکی از نیاز اصلی اعضای هر جامعه‌ای رو کامل میشه که نیاز تغذیه و بهداشت و مسکن باشه. ما خیلی تلاش کردیم که ارتباط تصویری داشته باشیم، منتها در نهایت
تونستیم با شما تلفنی ارتباط برقرار بکنیم. مدتی است که درباره زوال اجتماعی و احتمال فروپاشی اجتماعی در ایران حرف زده میشه. این وضعیتی که شما توصیف میکنید آیا چنین موضوعی رو تسریع میکنه؟ ببینید، طبقه متوسط در هر جامعه نقش منحصر به فرد و بیبدیلی داره. بیبدیل به این معنا که افراد طبقات دیگر نمیتونن نقش افرادی رو که در طبقه متوسط تعریف میشن رو ایفا بکنن. به این معنا ببینید، طبقه متوسط طبقه ایست که با جدای از اینکه به دعاوی اقتصادی از اثبات نیازی و متوسط تعریف هست با حداقل برخورداری مهمتر از اون هست پتانسیلی برخورداری مثل یک لوکوموتیو به مثابه یک لوکوموتیو از برای قطار جامعه این جامعه رو به جلو سوق به موجود محرک نبض که به تپش در میاد با جامعه پویا و خلاق حالا در این طبقه متوسط معلم ها هستن، اساتید دانشگاه هستن، هنرمندان هستن، روزنامه نگار و هر فکری که در جامعه مدنی موضوع هست دو به جلو هست به انسان و کالایی انسان معتقد هست اون دسته از الگوهای سنتی که کارآمدی لازم را ندارن اونها رو باور نداره. اینها در اصل متوسط در هر جامعه عامل پویایی است و در حال حاضر به نظر میرسه ما با بحران در طبقه متوسط یک بحران وجودی در طبقه متوسط برخوردار. آقای بخارایی، متاسفانه کیفیت ارتباطی ما با شما چندان مناسب نیست. بخشی از فرمایشات شما خیلی مفهوم نبود، با پوزش به دلیل مشکل فنی. ممنونم از احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران در تهران. در فرصت دیگر با آقای بخارایی حتما در همین زمینه صحبت خواهیم کرد. و اما چهارشنبه گذشته پلیس دانمارک اتهامات جدیدی علیه 3 تن از اعضای رهبری یک گروه عرب مخالف ایران مطرح کرد. 4 ماه پیش اعضای رهبری گروهی به نام جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت شدند. حالا پلیس دانمارک حمایت مالی تروریسم و تشویق به عملیات تروریستی در ایران را به اتهام‌های آنان اضافه کرده است. اما اعضای این گروه میگویند آنان برای استقلال مناطق عرب نشین و حقوق عرب‌های ایران مبارزه می‌کنند. ژیار گل در 2 سال گذشته درباره اتهام‌هایی که در زمینه تروریسم علیه حکومت ایران مطرح شده تحقیق و مصاحبه کرده که بخشی از مصاحبه ها با این دستگیر شدگان 1 سال قبل از دستگیری آنها ضبط شده. این گزارش ژیار رو می‌بینیم. اروپا، مکانی امن برای فعالیت سیاسی مخالفان حکومت ایران. دهان رسانه از کشورهای اروپایی برای مخاطبانشان در ایران برنامه پخش می کنند. یکی از این گروه ها جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز است. جنبشی که برای استقلال مناطق عرب نشین خوزستان در ایران مبارزه می کند. داخل کشورهای اروپایی مثلا حقوق انسان هست، احترام برای بشر هست، اما نظام جمهوری اسلامی، این نظامی که ادعای اسلام داره، الان داره چیکار میکنه؟ فقط به اسم اسلام، به اسم تشیع، ولی هیچ چیز از اسلام نگرفته، فقط قتل، ترور، تبعیض نژادی. 4 ماه پیش همزمان عیسی فاخر در هلند، رهبر و 2 عضو ارشد جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز در دانمارک دستگیر شدند. آنون متهم به جاسوسی برای عربستان سعودی شدند. روز چهارشنبه گذشته پلیس دانمارک اتهامات جدیدی علیه رهبران این جنبش مطرح کرد و خواهان تمدید بازداشت آنها شد. علاوه بر اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی، آنان متهم به تبلیغ تروریسم و حمایت مالی از عملیات تروریستی در داخل ایران شدند. با وزارت خارجه و سرویس اطلاعاتی دانمارک تماس گرفتم و از اونا پرسیدم افراد بازداشت شده از چه کسی در دانمارک برای عربستان سعودی جاسوسی میکردن. اونا گفتن در این برهه نمیتونن اطلاعات بیشتری بدن، اما فعالان عرب وابسته به این جنبش میگن دستگیری رهبرای اونا حرکتی سیاسی از طرف دانمارک بوده و اتهامات مطرح شده بی اساسه. هفته گذشته وزارت خارجه دانمارک سفیر عربستان سعودی را در ارتباط با این اتهام‌ها احضار کرد.
استفن بوچ آندرسن مدیر سرویس اطلاعاتی دانمارک هم هشدار داد و گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشورهای خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها درگیری‌های خود را به خاک دانمارک بیاورند و از دانمارک به عنوان پایگاه تأمین مالی و حمایت از تروریسم سوء استفاده کنند. فشار بر رهبران مخالفان عرب ایرانی در دانمارک پس از این داستان آغاز شد. شهریور 1397 رژه نظامی در اهواز. مهاجمان عرب مسلح رژه نظامی نیروهای مسلح حمله می کنند. 24 نفر کشته می شود. مقامات جمهوری اسلامی می گویند کودکان و زنان در میان کشته شدگان بودند. برخی از اعضای رهبری جنبش اهواز این حمله را مشروع خواندند. جمهوری اسلامی ایران خواهان اخراج رهبران این گروه از دانمارک و استرداد آنان به ایران شد. دو هفته پس از حمله اهواز، مأموران امنیتی دانمارک مردی ایرانی را دستگیر کردند. او متهم شده که قصد ترور مخالفان عرب در دانمارک را داشته. برای تحقیق درباره اتهامات ترور علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا، سال گذشته به شهر رینگستد دانمارک رفتم. جایی که رهبران سیاسی این جنبش سال هاست به عنوان پناهنده زندگی می کنند. به محض ورود ما نیروهای مخفی پلیس دانمارک ظاهر شدند. پس از کشته شدن یکی از رهبران مخالفان عرب ایران در هلند در آبان 1396، دولت دانمارک برای رهبران این جنبش محافظ گذاشت. حمله ای که به رژه سپاه پاسداران شد بسیار طبیعی بود. شما وقتی یعنی عدد اعدام ها، عدد دستگیری ها، شکنجه ها، کسانی که در زیر شکنجه نظام در زندان ها کشته میشن، این بدون عقاب نمیمونه. ناصر جبور عضو ارشد و برادر رهبر این جنبش است. سازمان اطلاعات دانمارک میگوید او هم هدف ترور حکومت ایران بوده است. مرد ایرانی که برای جمع‌آوری اطلاعات به رینگستد می‌رود متوجه نبوده که خود او زیر نظر مأموران مخفی بوده. این شخص میومد نزدیک منزل رئیس جنبشمون حبیب جبور، بعد از اونجا عکس گرفت، اونجا برای مدتی می ایستاد، یعنی حساب میکرد کی رئیس جنبشمون میره دفترش، کی برمیگرده. فرماندهی عملیات شناسایی و دستگیری این شهروند ایرانی به عهده رئیس سرویس اطلاعاتی دانمارک بود. ارزیابی ما نشون میده که او مأمور اطلاعاتی ایران بوده و هدفش ترور اشخاصی در دانمارک بوده. میخوام به روشنی بگم این گونه حوادث را تحمل نمی کنیم. طراحی ترور هر شخصی در خاک دانمارک قابل قبول نیست. دانمارک عربستان سعودی را متهم به حمایت مالی از گروه‌های مخالف عرب ایرانی برای جاسوسی و عملیات علیه ایران کرده است. دستگاه‌های امنیتی این کشور همزمان ایران را متهم به قصد ترور مخالفان عرب در اروپا کرده. مقام‌های دانمارکی می‌گویند دعوای ایران و عربستان سعودی به اروپا هم کشیده شده است. ژیورگول، BBC. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برده تا در آن آژانس ایران را به علت عدم همکاری محکوم کند. هنوز معلوم نیست که این پیشنویس فردا در جلسه شورای حکام به رأی گذاشته می‌شود یا نه، و یا اینکه اعضای دیگر با آن رأی موافق خواهند داد یا نه. 10 روز پیش آژانس در گزارشی به شورای حکام به شدت از اینکه ایران به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از 2 سایت اتمی را نمی‌دهد ابراز نگرانی کرد. کسرا ناجی در گزارشی می‌گوید اگر آژانس ایران را محکوم کند، این قطعنامه شاید گام اول برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. جلسه فردای شورای حکام آژانس قرار است برخلاف اینجا در یک تلکنفرانس در دنیای مجازی برگزار شود. رئیس بخش حقوقی دفتر رئیس شورا هم گفته برخلاف گفته‌های سفیر روسیه این جلسه رسمی است و در آن می‌شود رأی‌گیری هم کرد.
گفته ای که راه رو برای آمریکا باز میکند، که میخواهد شورای حکام با تصویب قطعنامه ایران را به علت عدم همکاری های لازم با بازرسان آژانس محکوم کند. قدمی اول در روندی که ممکن است به شورای امنیت ختم شود. این گفته های محمد جواد ظریف دیروز. این اقدامات رو بخوان انجام بدن، جمهوری اسلامی انتخاب های زیادی داره که برجام و NPT هم جز به اون انتخاب ها هستن. ما بر اساس آخرین وضعیت خودمون تصمیم میگیریم، بر اساس منافع خودمون تصمیم میگیریم و حتما هم تصمیم عاقلانه میگیریم و تصمیم عزتمندانه و مقتدرانه. این سخنان وزیر خارجه تهدیدی است به خروج ایران از NPT یا معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که در آن صورت ایران از همه قید و بندهای آژانس رها می شود. اما حتی بیشتر از امروز منزوی. آژانس 10 روز پیش در گزارشی به شورای حکام گفت که جدن نگران ادامه عدم همکاری ایران در دسترسی آژانس به 2 سایت اتمی است که بازرسان می خواهند از آن دیدن کنند. And here's what we got. دردسرهای تازه ایران در آژانس به این کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر اسرائیل برمیگردد 2 سال پیش، که در آن بنجامین نتانیاهو از گنجینه از اسناد فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرده برداری کرد. اسنادی که چند ماه پیشتر یک تیم عملیاتی اسرائیل از داخل انباری در جنوب تهران به دست آورد و از ایران خارج کرد. بازرسان آژانس که سال گذشته از ترقوزآباد دیدن کردند، ردهایی از اورانیوم غنی شده پیدا کردند. در پی این بازدید بود که آژانس تقاضای بازدید از 2 سایت دیگر کرد. یک گزارش انستیتوی علوم و امنیت جهانی در واشنگتن حاکی است که یکی از 2 سایت در نقطه‌ای در مرکز ایران در پشت کوهی در جاده اصلی اصفهان به شیراز قرار دارد. در 24 کیلومتری شمال شهر آباده، محلی که تاریخ شروع فعالیت‌ها در آن به قبل از سال 2003 برمی‌گردد، بیش از 17 سال پیش، سالی که گفته می‌شود ممکن است ایران کار بر روی پروژه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را عمدتاً متوقف کرده باشد. سایتی که تصاویر ماهواره‌ای حالا نشان می‌دهد کار بر روی آن هرازگاهی ادامه داشته و ایران ممکن است با بولدوزر طی سال گذشته آن را پاکسازی کرده باشد. ایران در 1 سال گذشته چندین بار هم تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای نقض کرده. مهمترین این موارد افزایش چند برابری ذخیره اورانیوم غنی شده است، فراتر از حد مجاز در توافق هسته‌ای. چیزی که منبع دیگری است برای نگرانی‌ها و مایه فشار بیشتر بر ایران. درست هنگامی که آمریکا می‌خواهد در شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند. کاسرنوجی BBC. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل از شهر مونستر آلمان با ماست. آقای آلبرایت، عدم همکاری ایران چه پیامدی داره؟ موضوع چقدر در این زمینه از طرف آژانس جدی گرفته میشه؟ The lack of cooperation is quite serious. همکاری نکردن ایران با آژانس خب خیلی جدیه. معمولا آژانس بیانیه‌های اینچنینی صادر نمی‌کنه که ابراز نگرانی شدید کنه، و خب این یک رویداد نادری هست. و بعد این که داره تلاش می‌کنه از دیگر اعضای این آژانس بخواد که وارد قضیه بشن و تشویق کنن ایران رو که همکاری کنه. اگر که حالا ایران همکاری نکنه، اون وقت شورای حکام ممکنه که رأی به این بده که ایران داره به تعهدات هسته‌ای خودش عمل نمی‌کنه در ارتباط با پادمان‌ها، توافق روی پادمان‌ها. و اگه همچنان ایران به همکاری نکردنش ادامه بده، پرونده به شورای امنیت ارجاع داده میشه برای اقدامات بیشتر، برای اقدامات بیشتر بین المللی علیه ایران. این پرونده مربوط به سال 2003 هست. آنچه که مربوط به سال 2003 میشد در بخشی تحت عنوان PMD یا امورات مربوط به گذشته در برجام حل و فصل شد. چرا دوباره بحثی که به نظر می اومد مختومه شده الان باز شده؟ uh,
دلیل اصلی که این رو دوباره بازش کردن اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات بسیار زیادی رو به تازگی به دست آورده درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران. حداقل بخشی از اونها مربوط به سال 2003 میشه و در اون تحقیق خودشون کشف کردند که ایران فعالیت‌های و ذخایر اورانیوم اعلام نشده‌ای داشته در سه محل متفاوت که یکی از اونها این سایت آباد است. بنابراین اگرچه ممکنه فعالیت‌ها به گذشته مربوط بشن، سوالی که هست سوال مربوط به الانه، اینکه مثلا این اورانیوم الان چه شده و کجا رفته؟ آیا احیانا فعالیت‌ها همچنان داره ادامه پیدا می‌کنه؟ تجهیزات مربوطه کجا رفتن و چه سرانجامی داشتن؟ بنابراین اگرچه در ظاهر به نظر میاد فعالیت مربوط به گذشته است، اما پیامدهای اون و سوال‌های مرتبط با اون به الان برمیگرده. اینکه الان برنامه هسته ایران آیا صلح‌آمیز هست یا اینکه همچنان فعالیت‌های در ارتباط با برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای در جریانه. پیگیری همین موارد در برجام آسان‌تر بود یا حالا که برجام تا حد زیادی تضعیف شده، مشخصا با خروج آمریکا؟ این مسئله به هر حال صرف نظر از برجام و وضعیت اون در نهایت مطرح میشد. برای اینکه میشه گفتش که از یک نظر از خود برجام مهمتر هست، برای اینکه برجام در واقع راهی بود به سمت اینکه به جهان اطمینان خاطر بده که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. و در حال حاضر مسیری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره واردش میشه اینه که اصلا ممکنه این برنامه ایران واقعا صلح‌آمیز نباشه. بنابراین حتی اگر برجام کاملا بر پا می بود و همه طرف‌های اون به اون پایبند می بودن، در نهایت سوال نهایی و سوال اساسی این بود و این هست که آژانس داره مطرح میکنه و اون این که آیا برنامه هسته ایران در نهایت آیا صلح‌آمیز هست و هدف اون چی بوده. و بنابراین ممکنه که ما به این نتیجه برسیم که اصلا فعالیت ایران کلن همسو و مطابق با اون روحی که در برجام خواستن که بهش برسن نبوده باشه. ممنونم از دیوید آلبرایت، بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مونستر آلمان. محمد علی کشاورز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در 90 سالگی درگذشت. آقای کشاورز حدود 3 هفته پیش به علت نارسایی کلیه و بعد عفونت ریه بستری شده بود. او در کارنامه هنریش با سرشناس‌ترین کارگردانان سینما و تئاتر ایران همکاری کرده. فرج بالافکن گزارش می‌دهد. نود سال پیش در اصفهان به دنیا آمد. گرجی تبار بود. همانانی که شاه عباس وادارشان کرد در حومه نصف جهان مسکن گزینند. در نوجوانی رویای بازیگری را در دل می پروراند. رویایی که در جوانی به آن جامعه عمل پوشاند و هنرستان هنرپیشگی و در پیان دانشکده هنرهای دراماتیک راه آن را برایش هموار کرد. محمد علی کشاورز اول بار در سال 1339 برای نمایش خودکشی به کارگردانی علی نصیریان به روی صحنه رفت. از او حدود 55 نمایش و سریال تلویزیونی به یادگار مانده، مثل نمایش تلویزیونی کارول که در سال 1353 از تلویزیونی ایران پخش شد. باید بگم. بله. اون گفت که شما قاتلید. در مورد حضرت آقای پدر بزرگ گفت اون یک ماموت ابله و خونخوار. چی؟ من فقط تکرار کردم. شب قوزی اولین تجربه سینمایش بود که در سال 1343 کلید خورد.
حضور در گروه کارگردانی سریال پربیننده آن زمان یعنی خانه قمر خانم و یا ایفای نقش در سریال به یاد ماندنی دایجان ناپلئون. استالا من یه فکری کردم، چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟ راجب آقا؟ نه، راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیا خان شارلاتان گرفت و خورد. بعد از انقلاب اما سریال سلطان و شبان و نقش خوابگزار اعظمش بار دیگر او را به صحنه نمایش تلویزیونی کشاند و مقبول می افتد و مقبول نمی افتدش هم شد زبان زد عام و خاص. تاج و تخت سلطان را با آن مرد واگذار کنیم، آنگاه می شود؟ در آن صورت آن مرد سلطان خواهد شد و مقبول می افتد. به قول خودش شعبان خان سریال هزار دستان علی حاتمی را از یک تیپ به یک چهره بدل کرد، نقشی فراموش ناشدنی در کارنامه پربار محمدعلی کشاورز. من در زمانی اومدم که 2 سال از این فیلم برداری این سریال گذشته بود که آقای حاتمی من پیشنهاد کرد که یک نقشی بازی بکنم که شعبون هست. این یک تیپ بود، یک تیپ بود با خصوصیات تیپ. این رو طوری عمل کردم که این تیپ، این پرسوناژ تبدیل شد به یک کاراکتر قرمزت. برای ایفای نقش در فیلم مادر هم نامزد سیمرغ بلورین شد. احتابی اضطراریه، 2 ساعته باتریش سست. بذارین حال کنین دمای آخر. حال و وضع ترنجبین بانو این اون وقت اضافی بازی فیناله. آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. در انبوه آثار به جا مانده از او، از بازی در فیلم زیر درختان زیتون اثر عباس کیارستمی به نیکی یاد می کرد، چرا که با کارگردانش دوستی دیرینه ای داشت. علی حاتمی کارگردانی بود که محمد علی کشاورز ماندگارترین نقش‌هاش رو در آثار او رقم زد، از کمال الملک و کمیته مجازات بگیری تا هزار دستان که یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی ایران بود و در گزارش فرش هم بهش اشاره شد. ترکیب کارگردانی علی حاتمی و بازی محمد علی کشاورز ترکیبی پرمایه و دوست داشتنی بود. زری خوشکام همسر علی حاتمی و بازیگر هم در سریال هزار دستان با محمد علی کشاورز هم بازی بود و همچون همسر علی حاتمی بود همواره شاهد و ناظر این همکاری و همراهی بوده که خانم خوشکام همین حالا از تهران روی خط تلفن با ما هستند. خانم خوشکام، همسر شما آقای حاتمی کارهای مشترک زیادی با آقای کشاورز داشتن، شما هم با ایشون کار کرده بودید، از تجربه کار کردن با محمد علی کشاورز بگید. سلام میکنم بهتون، به بیننده های برم عشقم در بردی، خیلی متاسفم زایه بردی، اجازه می خودم کنترل کنم. بله، من بل عزیز از مهمات هست و شاخصترین کاراش میتونم بگم، نه به دلیل اینکه همسرم علی حاتمی بود، با علی حاتمی بود که بعد از انقلاب در همه کارهای علی حاتمی حضور داشت. آقای کشاورز نقشای بسیار ارزشمندی و بسیار شاخصی بود که به خوبی اجرا کرد. هر کدوم که اسم میبردیم تا خودش اسم بود، مثلا هزار دستان شب مستخون های فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. محمد ابراهیم در فیلم مادر نقش فوق‌العاده‌ای بود و خودش خیلی دوست داشت.
نقش اتاقش اعظم در فیلم کمال الملک تو همه کارهای علی حاتمی بسیار خوش درخشید. بازیگر فوق‌العاده‌ای بود، رشمن بود، خیلی دوستش داشتم، خیلی با هم نزدیک بودیم، دوست عزیزم بود. اینجا که شخصم برم ببینمش توسط یه دوست مشترک من، گفتم بریم خونه ممدل، دلم تنگ شده، گفت متاسفانه ممدل به دلیل یه کلیبی بیمارستان منتقلش کردن و ممنون اوقات هر روز جوی این حالش بودم بلکه بتونم برم ببینمش، ولی متاسفانه اجازه ندید. حتی دیروز پیش به این گفتن امکان داره که ببرنش منزل بعد میری میبینمش، که متاسفانه امروز خبر کفنش بهم دادم. شرایط سختی خانم خوشکام، درک میکنم. اشاره کردید که دوستی نزدیکی داشتید با آقای کشاورز. از نظر شما، البته شما به فهرستی از کارهای ایشون اشاره کردید، ولی چون هنرمند هستید با ایشون از نزدیک کار کرده بودید، نگاه تخصصی شما رو میخوام بدونم. ماندگارترین کاری که آقای کشاورز در اون نقش بازی کردن کدوم کار بود؟ من کارهای دیگه آقای کشاورز هم دیدم در سریالای متاسفانه که آد کارشون ندیدم، ولی همه کارشون درخشا، ولی من بنابر خودخواهی من ندادید و هم فردی من گفته های خودش بودم در کارهایی که دوست داشت و بهترین هایی که درخشی کارهایی بود که از علی حاتمی اجرا کرد و بسیار خوش درخش. شما میکنید اصلا تو هر کدوم که میدینم فکرش کنم مفضل فوق العاده بود. ما مفضل داشت کردیم لیلا عموم برسن بیشتر بچه ها دیگر برو نزدی مندل بگفتیم اصلاح آقای کشاور بود حافظ تو مرسوم رسومی ها بود. به همین دلیل دارم من یاد مفضلی که دوستش داشتم دوستش دارم و همیشه در قلب هممون هست. بله، در هر صورت برای جامعه هنر ایران هم بسیار سنگینه. چهره بسیار دوست داشتنی بودن در سینما و در دنیای هنر ایران. در هر صورت من می‌خواستم از شما یک سوال دیگه هم بپرسم که اگر بخواید یک مقایسه بکنید، این روزها البته خیلی دوران انقلاب با بعد از انقلاب مقایسه میشه، شما کارهای محمد علی کشاورز رو غیر از اونی که با همسر شما کار کردند قبل از انقلاب میپسندید یا بعد از انقلاب؟ من باز هم میگم دلیل این که همسر علی حاتمی بعد از انقلاب، محمد علی کشاورز بیشتر بعد از انقلاب درست، اینو همه میدونن. خیلی از بازیگرهای دیگه، آقای انتظامی عزیزم خدا روحشون شاد باشه ایشالا، همه شون اینا هنرمندای تئاتر بودن که کمتر را با تئاتر قبل از انقلاب کمتر مورد توجه دیدم، توجه کردن به تئاتر. الان بگذاریم که مورد توجه هست و باید هم باشه، ولی اینا بعد از انقلاب به خصوص تو کارهای علی حاتمی خیلی درخشیدن. متشکرم، ممنونم از زریع خوشکام. من بله خواهش میکنم اجازه بدید که من به تنها فرزند یکی از خانواده طرفش و جامعه بازیگران و هنرمندان محترم تشکر. ممنونم از زریع خوشکام، بازیگر و همسر علی حاتمی که از محمد علی کشاورز برای ما گفتند. اما این هفته در 60 دقیقه روایت بیماران و بهبودیافتگان از کرونا رو هم داریم. روایت امروز رو با هم می‌بینیم. سلام، من تهران زندگی می‌کنم و معلمم. الان یه مدتیه که دیگه تقریبا مطمئن شدم من مبتلا شدم، حدود اواسط ماه اسفند. دلیلش هم این بود که یه مدت چون ماشینم خراب بود من مجبور بودم که با
وسایل حمل و نقل عمومی برم سر کار و بیام و اون تایم دقیقا همون تایمی بوده که این ویروس به تهران هم رسیده بوده، منتها به خاطر همون جریانه انتخابات و نمیدونم 22 بهمن و اینجور چیزا اینا اعلام نکرده بودن. اینطوری شروع شد که من یه شب تب کردم، تبم هم خیلی شدید نبود، یکی دوتا قرص خوردم تب برو این همچین چیزایی. بعد از اینکه تبم تموم شد و بدن دردم هنوز همراه هم بود، من متوجه شدم که اصلاً حس بویایی و چشاییم کار نمی کنه. مطلقاً نه مزه چیزی رو حس می کردم نه بو رو متوجه می شدم. که خب همه به من می گفتن که دماغت کیپ شده، چیزی نیست، حتما حساسیت و شاید در حدود 20-25 روز من کاملاً حس بویایی و چشایی نداشتم. منتها هیچ علامت دیگه هم نداشتم، بدن درد، تب، سردرد، سرفه، هیچی نداشتم، فقط همین بود. ولی میگم توی ماه فروردین بود که من دیگه کم کم این بر اون بر مطلب میخوندم راجع به این که این یکی از علائم کرونا ممکنه باشه که حس بویایی و چشایی مختل میشه. و همینطور هر چقدر که گذشت این مطلب از حالت شک به یقین تبدیل شد تا اینکه دیگه علناً همین اواخر گفتن که این یکی از علائم قطعی کروناست و توی ایتالیا مبتلا زیاد بودن با این علائم. من راستش چون خودم اون تایم نمیدونستم که درگیر این ویروسم، از لحاظ روحی روانی خوشبختانه اتفاقی برام نیفتاد، نترسیدم، اصلا هول نکردم، چون اصلا فکرشو نمیکردم که این باشه. بعدن که فهمیدم خب یه مقدار زیادی خیالم راحت شد بابت اینکه حالا اینم مطمئن نیستم، ولی میگن کسایی که یه بار بگیرن بدن انگار قوی میشه یه همچین چیزی، یا حالت پادزهر تولید میکنه. یه شانس دیگه هم که آوردم این بود که من چون با مادرم زندگی میکنم، مامانم خوشبختانه از من نگرفت، حالا نمیدونم شایدم اونم گرفت و رد کرد، نمیدونم. به دکتر و درمانگاه اینجور چیزا هم اصلا مراجعه نکردم چون فکرش نمیکردم این باشه. و همین تجربه من، امیدوارم به دردتون بخوره. بخشی دیگر از مجموعه های روایت کرونا. میتونید این برنامه رو و همینطور برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.